سلام، خوبین؟ اینم از اپیزود دوم دفتر یاد داشت. من که نمیدونم باید از کجا شروع کنم، انقدر که هیجان دارم که این اپیزود با هم بررسی کنیم. اما قبلش به هم بگین نظر شما در مورد دفتر یاد داشت چیه؟ دوستش دارید؟ اینا رو میپرسم چون هدف ما از ساخت این ویدیو اینه که نظر شما رو بدونیم. پس لطفاً با ما راحت باشید، نظرتون رو بگید، برامون کامنت بذارید، نقد هاتون رو وارد کنید تا بتونیم به کمک شما کیفیت مجموعه هامون در فیلمنت رو بالاتر ببریم. متشکرم. اول از همه و قبل از هر چیز باید برم سراغ سوگل خلیق عزیز و دوست داشتنی، بازیگر با استعدادی که صبوره، به هر نقشی بله نگفته، هیچ وقت خودشو تکرار نکرده و به نظرم دفتر یادداشت میتونه اون سریالی باشه که سوگل عزیز رو سر زبونا بندازه. در سکانس اولی که توی اپیزود دوم دفتر یادداشت میبینیم میتونیم بیشتر با کاراکتر نازنین با بازی سوگل خلیق آشنا بشیم و بهتون قول میدم که این آشنایی خیلی بیشتر شوکتون میکنه تا خنده های اپیزود قبل. میتونم اینجوری بهتون بگم که خیلی حواستون رو جمع کنید وقتی دارید با نازنین هم کلام میشید، مخصوصا شما آقا پسرا. مسئله ای که در مورد بازی سوگل خلیق منو به وجد میاره طیف گسترده ای از فرم هاست که توی یک سکانس اجرا میکنه، از خشم به خنده در کسری از ثانیه و شخصیت همچنان باورپذیر باقی میمونه علارغم این حجم از اغراق توی رفتار و کنش هاش. بودا بینم چی میخندی؟ البته که این خنده های نازنین میتونن تو حل معمای دفتر یادداشت کمکمون کنن. لابد میپرسید چطور؟ حتما دیدینش دیگه، نازنین رو تو لحظاتی که با جریان های شدید احساسی روبرو میشه میخنده، پس احتمالاً با ایرج یه آشناییتی داره از دور، نه نظرتون نیست؟ البته اگه سریال دیده باشید با مادر نازنینم آشنا شدید و میدونین که این خانوم هم یه چیزایی میدونه. حالا نمیدونم که این خانوم همون سیمین خواهر ایرج هست یا نه. خانوم ما الان به کی بریم بگیم شما مادر منی؟ کی هستم باورش میشه با این کارات که مثل بچه 2 ساله است؟ چی کار کنم؟ عصبیم، دست خودم نیست. حالا فعلا یه نیم نگاهی بهش داشته باشیم تا ببینیم که اپیزود بعدی قرار چی دستگیرمون بشه. خب دیگه چی بگم براتون؟ آها، ایرج و حمید. مایو اضافه داری؟ من چی شد؟ آقا که منم میام دیگه، میریم کار داریم، برای تفریح که نمیریم. ایرج و حمید حتی از اون چیزی که من پیش بینی میکردم بامزه ترن. به نظرم نویسنده و کارگردان انتخابهای خیلی درستی داشتن برای بازیگرهای سریال. سوگل خلیق رو که کامل خدمتتون توضیح دادم. در مورد ایرج و حمیدم باید بگم که اصلا باورم نمیشه که اینقدر موقعیت داریم در طول یک اپیزود. این یعنی کیارش اسدی زاده به شناخت خیلی خوبی از رضا عطاران رسیده. ایرج دائما در حرکت، موقعیت‌های متنوع توی لوکیشن‌های متعدد. در واقع توی طراحی فیلمنامه فضا به گونه‌ای تعریف شده که رضا عطاران بتونه به حد اکثر پتانسیل خودش در کمدی برسه و به همین خاطره که یک حسن معجونی متفاوت داریم در نقش حمید. دامن شلوار ما چیکار داریم؟ الان مشکلی داره، جایی دیده میشه؟ خودتون ببینید عصبانیت‌های حمید و واقعا با مزن و فکر میکنم با این وضعیت فعلی تا دفتر یادداشت تموم بشه ایرج و حمید از اون زوجای موندگار بشن توی شبکه نمایش خونگی. اما همه اینا به کنار، دو تا بازیگر جدید تو همین اپیزود دوم به دفتر یادداشت اضافه شدن، اونم کاظم سیاحی و داریوش کاردان. من که کاملا شوکه شدم از دیدن داریوش کاردان در نقش همسر سالخورده منیر. اینجوری که میرقصید، جوری که ماساژ میداد صورت خانم مدیر رو، خب باعث شد بگم وحشت کنم دیگه. البته حالا نمیدونم دیگه، باید ببینیم که تو قسمت های بعدی قراره که چطور پیش بره. اما کاظم سیاحی در نقش اگه اشتباه نکنم قراب، که خب یکم اسم عجیبیه، به نظرم شیرینی دفتر یادداشت رو دوچندان کرده. پی این ماجرا رو بگیرین، اگه دوست داشتین میتونین با منم حرف بزنین، کمک از دستم برمیاد انجام میدم. یک طراحی متفاوت از کاظم سیاحی در بازیگری، یک گریم متفاوت و البته یک نقش متفاوت. هنوز مشخص نیستش که این قراب چه نقشی داره تو این پرونده، اما این کلانتری و این پلیسای بی‌نشونه به نظرم خیلی مشکوک بودن. واقعا نظر
شما این نیست؟ من حس میکنم این ایرج یه چیزایی میدونه و این آدم ها میخوان اطلاعاتش رو ازش بگیرن یا به کمک شم کاراگاهیش به اهدافشون دست پیدا کنن، نمیدونم. اما اینجوری خب مادر نازنین رو باید کجای بازو قرار بدم؟ مادر نازنین که میشناخته ایرج رو، که به نظرم خیلی هم مهربون بود. اه بلش کن اصلا، یعنی همین لحظات شاد و کمدی به کنار، خود معما برای من شده این پوست شیر. خب دیگه بیشتر از این که نمیتونم بهتون بگم، چون دعوام میکنن دیگه. نپرسید تو این کمد اسرارآمیز چیه، چون هیچی نمیتونم بگم. من که خودم طی این دو هفته به شدت شیفته دفتر یادداشت شدم. به نظرم سریال فضای نو و متفاوتی رو داره ارائه میکنه. سطح کیفی یه سر و گردن از استاندارد نمایش خانگی بالاتره. و خیر اینا رو نمیگم که چون اینجا کانال یوتیوب فیلمنت پس فردا بگید ما داریم از خودمون تعریف میکنیم، نه، منم مثل شما یه مخاطبم، دارم سریال رو دنبال میکنم و حقیقتش دارم عاشق دفتر یادداشت میشم. پس فعلا بدرود تا فیلم نتفلیکس پنجشنبه و بررسی رقابت سوم فینال پدر خوانده.